فاجعه زیرزمین خوابی در بحبوحه فاجعه کرونا، ارمغان شوم دیگری در حاکمیت اهریمنی آخوندها. به دنبال گورخوابی، تونل خوابی و زیرگذر خوابی در بحبوحه فاجعه کرونای ولایت، انتشار فیلمی از زیرزمین خوابی شوکی دیگر بر جامعه وارد کرد و خشم مردم به سطوح آمده از نظام اهریمنی آخوندها را برانگیخت. این فیلم تکاندهنده که روز 26 اسفند 98 تهیه شده است، روز اول اردیبهشت 99 در سایت حکومتی همشهری تیوی منتشر شده است. اگرچه موضوع پاتوق‌های زیرزمینی قربانیان نگونبخت اعتیاد موضوع جدیدی نیست، اما انتشار این فیلم باعث جلب نظر بسیاری در شبکه‌های اجتماعی شده و موجی از انزجار عمومی را به دنبال داشته است. وجود چنین محل‌هایی در شرایط شیوع گسترده کرونا می‌تواند یکی از اصلی‌ترین عوامل شیوع گسترده این بیماری باشد. پاتوق‌های زیرزمینی لکه ننگی بر دامان آخوندهاست که هر سو نسل این میهن را برباد دادند. اینو بگو خودش کنترل کنه، میخوام تو چاله رو ببینم. داداش میخوام تو چاله رو ببینم. بعد چی اونو میندازی؟ کی توشه؟ این توش کی نیست؟ مثلا برم حالتش رو پیدا کنم. کیه تو؟ خب بود دیگه اونجا بس. آقا یا زن این توه داداش؟ هست؟ آره. الان آدم این توه؟ ممکنه تو باشه؟ صداش من تو آدمه؟ میری قبول داری آدمه بابا؟ سگمگ نیست به قرآن. با آیای قرآن تمام این تونلا رو خود من با کردم. قدیم ترین آدم این پارک بیسابونده منم. بچه اینجا هم نیستم ولی خب پیک سال پاتو هم اینجا. مونا الان کسی اونجا هست؟ مونا کسی اونجا هست؟ دستت خیلی هم نلرزه. میگه هر یه راست تو رو داره، یه ذره میره جلو پست تو. اینجا از سرچشمه را داره تا اینجا، از یه خونه قدیمی. خب از اینجا هم تا شاپ دلزیم. رفتی تا حالا توش؟ توش تا اونجا که میتونستم نفس بکشم رفتم. یه چند وقتی شنیدیم یه سری از معتادا زیر زمین دارن زندگی میکنن، حالا یا تو کفره یا توی سری از تونلا. ما یه زمین تقریبا میشه گفته جزء ملکای خصوصی پشت پارک شوش پیدا کردیم که خودشون میگن ما خودمون کندیم این تونلو، ولی وقتی داخلش رفتیم یه قنات قدیمی هستش که تعداد تونلا خیلی زیاده و به گفته خود حالا بچه‌هایی که توش زندگی میکنن یا حالا مصرف کننده هایی که زمستونا رو اون تو میگذرونن میگن این قنات میره تا شابدالعظیم و تا اونجا ادامه داره و زمستونا اون تو معتادا زندگی میکنن. دیدنش واقعا جالبه، یعنی یک زندگی زیرزمینی به معنای واقعیه. ببینید الان رفتم ببینم بچه ها هستن نیستن چیکار میکنن. یا حسین بسم الله الرحمن الرحیم. خانومه من معلومی بله معلوم. لباس های بده همه بی آره بده لباس های زنونه هست این زیر آقا فریبازون پشت آدم نیست تو اون سرایی اون بر. من زمان مصرفم اون زمانی که مصرف میکردم که اینجا 500 نفر میشستن دو سال با خانمایی که میشناسم میرفتیم پایین. پایین که میری اینجوری نبود که الان نمیشه باید چهار دست پا را بریم. اتاقکای بزرگی داره خیلی تو قدیم مثلا تاقچه تاقچه داره مثلا مثل این خونه های 100 سال پیش اینجوری درست بوده، حالا یا انبار بوده یا خونه هاشون بوده هرچی بوده اینجور. ما میخوابیدیم توش، شم میبردیم شم روشن میکردیم، مواد میکشیدیم دیگه اینجوری برای نورش استفاده میکردیم. اینجا میگن انبار مثلا قدیم ولی به شکلی به انبار نداره، به خونه به اتاقک های بیشتر شبیه. حالا از شم برای نورش استفاده میکردن، از چراغ موشی را من دیدیم مثلا چراغ فتیله یا هست قدیم روغن موقع میریختن توش اینا تو دیوار بوده ولی الان دیگه نمیدونم چی. بری تو اینجا مثلا میری تو الان 3 تا 4 تا راه میشه
هر راهشو باید بگردی. حالا به کجا میخوره یه دفعه منی گیج بشی اون تو هم گم بشی. اینم نیست. اینجا قبلا مثلا تره‌بار بود، میوه فروشی بود، اینا میوه فروشی بود، همه سبزی فروشی بود اینا. پا این برم داستان میوه بود، یعنی هندوانه و این چیزا بود. خب این برم سبزی میتره، سبزی اینا میفروختن، مثلا گوجه و پرتقال و این چیزا. بعد این مثل اینه که مثلا انباره اینا باشه، انبار همونا نمیخوره به انبار، فقط به خونه میخوره، به اتاق میخوره. ببینم این بنده خدا میگه این بنده خدا میگه چند تا راه میشه. همه رفتم گشتم بده نیست بود. یعنی همه رو به تر. آره بجوری بچه هم یکی هم تا اون آهنه بیشتر نمیره عزیزم هم خودم بچه دهات هم مثل اینکه ها شبجی نگو تا اونجا میره. داداش یه لحظه بیا ببینم چیکار میکنی اون تو. آقا بیا یه لحظه. اسم چیه رفتی تو؟ سلام چیه اسمت؟ چطوری؟ چی؟ بشین همزه بشین همزه بشین 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 چطوری نزی؟ نه اون یه جا خواب نیست. خوابه؟ چند سالته؟ 20 سال. از کجا اومدی تهران؟ افغانستان. چیکار میکنی تهران؟ یه رکوبی میگلم، رکوبی مو بزن بریم. رکوبی ما رو کجا؟ چهاردهم. الان یه تعطیلی دارن کار نمون. الان برای تعطیلات گذران تعطیلات مگه جا خواب و اینا نداری که بعد اینجا نه حساب کارمون بسن کار دارن.